فیلم میخواد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سروران محترم شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. قبل از اینکه من مقدمه رو آغاز کنم، اجازه بدید یک کلیپ رو با هم ببینیم تا هدف از ارائه برنامه امشب برای شما سروران محترم کاملا مشخص باشه و در خدمت شما باشیم. دوستان عزیز، اگه لطف کنن تصویر لپتاپ من رو محبت کنن به و من اینجا تصویر رو ندارم. اگه بله، بسیار خوب. که بعضی از دختران از ایران، از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن و خیلی از عزیزان ما از این عمل براءت جستن و گفتن مایه شرمندگی است برای ما. که بعضی از دختران از ایران، از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن و خیلی از عزیزان ما از این عمل براءت جستن و گفتن مایه شرمندگی است برای ما. که بعضی از دختران از ایران، از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن و خیلی از عزیزان ما از این عمل براءت جستن و گفتن مایه شرمندگی است برای ما. بسیار خوب. که بعضی سروران عزیز و محترم، دوستان بسیار گرامی، شما گفته های یکی از شخصیت های مهم رسانه ولایت جناب دکتر قزوینی حدوه الله رو شنیدید، اما این رو هیچ بعید ندونید که در روایت های مذهب آقای قزوینی عمل زنا و عمل لواط بر اساس روایت هاشون جایزه و با توجه به ایده و عقیده ای که در این باره دارن هیچ بعید ندونید که خواهران سیستان و بلوچستان به این نوع گفته ها متهم شوند. در مذهبی که شیعه 12 امامیه اون رو نام برده اند، تمامی امت اسلامی والعیاذ بالله ولد الزنا معرفی می شوند، به جز شیعه 12 امامیه بر اساس روایت های خودشون. در مذهبی که به ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها توهین می شود و تا به امروز دست از این شخصیت بزرگ اسلام، همسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برداشته نمی شود، هیچ بعید نیست که این گونه اقوال در حق امت اسلامی گفته بشه. دوستان عزیز، تهمت و افترا کار سختی نیست، اما الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ما رو منع کرده از اینکه ما به اصلا مسلمانان، به مؤمنان، به زنان مؤمن تهمت بزنیم، و این تهمت زدن را الله سبحانه و تعالی جرمی بزرگ معرفی میکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. کسانی که زنان و مردان مؤمن را که به هیچ گناهی که مرتکب شده باشند، یعنی هیچ گناهی را مرتکب نشدند، اینها را آزار میدن، براستی بهتان و گناه آشکاری را به دوش گرفتند. این بهتان و این گناه آشکار متوجه کسانی است که دختران مسلمانان را متهم میکنند بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ مدرکی. الله سبحانه و تعالی برای یهود و نصارا میفرماید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید دلیل خودتون رو بیارید. شما میدونید که این اتهامات و این بهتان هایی که به دختران مسلمان، به ویژه در این کلیپی که شما شنیدید به دختران سیستان و بلوچستان زده میشود، الله سبحانه و تعالی برای این مدرک میخواد، برای این دلیل میخواد. الله میفرماید والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. کسانی که زنان پاکدامن را به زنا متهم می کنند، سپس 4 شاهد نمی آورند، پس آنان را به 80 تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنها را نپذیرید و اینها هستند از فاسقان. سروران عزیز، موضوع بسیار برای امت اسلامی مهمه، موضوع برای جامعه اهل سنت مهمه، که متاسفانه در رسانه هایی که ادعا می شود میلیون ها بیننده دارد و تحت نام اهل بیت دارد فعالیت می کند، به این آسانی دختران
اهل سنت در سیستان و بلوچستان مورد بی‌حرمتی قرار بگیرن و این نوع جملات گفته بشه. ما این ویژه برنامه را اختصاص دادیم در پاسخ به این نوع گفته‌ها و اینه که اهل سنت و جماعت بری هستن از این کارها و معتقدات ما به هیچ وجه همچنین چیزی تحت عنوان نکاح جهاد ندارد. سپس با دلایل عنوان میکنیم که ریشه این حرفا و این گفته ها کجاست. در خدمت کارشناسان عزیز و محترم جناب دکتر حبیب‌الله ضیایی و همچنین جناب استاد سید منصور حسینی هستیم. خیلی خوش آمدید، کلیپ را شنیدید، مقدمه را هم در خدمت شما و بیننده عزیز بودیم. از شما آغاز میکنیم جناب دکتر، فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، سعین الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم و علی وصحبه اجمعین. جای بسیار تأسف هست که ما شاهد این چنین صحبت‌های بسیار نسنجیده اون هم از افرادی در این موقعیت و از بگیم موقعیت‌هایی در این سطح هستی، موقعیتی هست رسانه‌ای و افراد هم خودشون رو نماینده ولایات فقیه تلقی میکنن و منصب‌های برجسته دین رو برای خودشون اختصاص دادن. به هر حال جای تأسف هست که در فکر و اندیشه‌ای که این اصطلاح هیچ جایی نداره، نداره کتاب فقهش، نداره کتاب حدیثیش، به این صورت افتراء رو بسازن و ببافن و اینقدر چرب و نرم در وسایل ارتباط جمعی اینو ارائه بدن که تقریبا جز مسلمات به شمار بیاد. اینقدر رفتن کار کردن و اینقدر روی این موضوع رفتن سمپاشی کردن تو سایت های اینترنتی که شما فقط به مجرد اینکه یک سرچ کوتاهی انجام بدید می‌بینیم که 100 تا کلیپ در این زمینه میاد بر مبنای این اتهاماتی که بر این مسلمانان بیگناهی که دارن با خون خودشون دفاع از حیثیت و آبروی یک امت در سوریه دارن میکنن، بونا داره اتهام تعلق میگیره. مضاف بر اون باز میاد یک عده بیگناه دیگه، یک قوم کاملی از یک کشور رو میاد متهم میکنه که این از منطقه بلوچستان و از یک شهر معین نمیدونم 100 نفر نه یک نفر گسیل شدن برای این چنین عملی که در فقه اهل سنت، در فکر اهل سنت بنان یک فاحشه بواح و صریح است. نمیدونم چه جایگاهی داره. به هر حال من حقیقتش معذرت میخوام از بیننده عزیز که حتی اینقدر موضوع رو برام یعنی درد آور بود که حتی فراموش کردم که سلام خدمتشون عرض کنم. به هر حال موضوع بسیار رنج میده ما رو همه رو. ان شاءالله که اهل سنت در قبال این چنین ضربه هایی که برشون وارد میاد استقامت کنن و هویت خودشون رو حفظ کنن و دشمن رو بهتر بشناسن. در آیات سوره نور که اشاره به بعضی از آیات فرمودی، یک جمله بسیار مهم و زیبایی هست در اولین آیه که میگه که این الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم هو خير لكم. این کسانی که افتراء زدن از خودتون هستن، یعنی افرادی هستن که خودشون رو به لباس دین ملبس کردن ولی فکر نکنید که شر است، این براتون خیر هست. چون شناختن دشمن یکی از مهمترین مراحلی هست که انسان میتونه در حقیقت در مسیر زندگی خودش برای رسیدن به هدف میتونه دستشو بگیره. ان شاء الله. جناب استاد حسین، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بله، بسم الله، الحمدلله، والصلاه والسلام علی رسول الله. واقعا که جای بسی تاسف است و جای تسلیت گفتن هست به افرادی که خود را نمایندگان یک فکری و یک طیف از جامعه معرفی میکنند. وقتی که نخبگان یک فکر اینگونه باشند و هیچ گونه اخلاق و مسائل اخلاقی را رعایت نکنند و برای اینکه مخالف را به هر نحوی شده از میدان به در ببرند، با زشت جلوه بدن، هر اتهامی وارد کنند، بسی جای تأسف هست. شما فرمودید که طیفی از جامعه خود ما، ولی وقتی که جامعه خود ایران ما را هم دچار این قضیه سوریه کردند، یعنی اینقدر قضیه براشون سنگین هست و این از دست دادن سوریه براشون و پیروزی مجاهدین در اونجا اینقدر برای اینها سنگین هست که دست به این تهمت‌ها دارن میزنن.
شما اشاره فرمودید که در ایران این هست، شما نگاه کنید حتی به چچن ها این تهمت رو زدن. بله گفتن که من در این اگه سایت رو بخونیم میگه که 90 زن چچنی از طریق فرودگاه استانبول به شهر مرزی هانای رفته و از مرزهای زمینی وارد سوریه شده و به گروه های سلفی پیوستند. سایت تبیان هست. الان صحبت از چچنی هاست باره دیگه، یعنی حتی اومدن تا میتونن تمام هر انسان امت رو امت و هر مسلمانی آزاداندیشی که دردش میاد از این که میبینه در سوریه اینقدر جنایت میکنند، همه امت رو میخوان متهم کنند به این فکر نادرست. بله. این چچنی ها شما اینقدر اتهام زشت و زننده هست، میگه شیخ سعودی همسرش را به جهاد نکاح میفرستد تا این حد. این در سایت جهان امروز هست. بله بله این در سایت جهان امروز هست، داره اینو میگه که میگه یک از شیوخ عربستان در توییتر اطلاعیه برای فرستادن همسرش برای جهاد نکاح در سوره منتشر کرد. هیچ پسترین انسان این کارو انجام نمیده. بله اما متاسفانه میبینیم که اینها را خیلی زیبا، یعنی خیلی راحت میان به سادگی این دروغ ها درست میکنن بدون اینکه یعنی اصلا احساس مسئولیتی بکنن. متاسفانه بعد میگه که بازتاب متفاوتی میان کاربران داشت. برخی با بستن نام کاربری این شیخ سعودی در شبکه اجتماعی اقدام او را سخیف و بدور از مردانگی توصیف کردن، میگه گروه دیگر چی؟ میگه حمایتش کردن. درسته به اینقدر زشت و زننده دارن به هر نحوی شده میخواهند متهم کنن، متهم میکنن به نکاح محارم. حتی میگه بله. اگر اینو شخص العمر ناصر العمر رو متهم کردن در یکی از این سایت های ایرانی، در سایت مشرق هست، در سایت های دیگه هست، حالا الان درست یادم نیست. بله. میاره میگه که ناصر العمر گفته اگر کسی که جهاد میکنه مجاهد در اونجا همسرش همراه نیست، میتونه با محارم خودش هم ازدواج کنه. بله میتونه با مادر خودش، با دختر خودش، با خواهر خودش، با عمه خاله خودش ازدواج کنه. یعنی این دروغ ها بدین صورت. واقعا این آیه قرآن درست میگه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. بله بله و اولئک هم الکاذبون. چه کسانی افترای میبندن؟ انما یفتر الکذب، افترای دروغ میبندن. درست. کسانی که به خدا ایمان ندارن. درست. این از علائم صفات کسانی است که ایمان به خدا ندارن که بدین صورت به یه عالم بزرگی، یه کسی که معتبر هست. و اینجا خیلی قضیه بعد صحبت خواهیم کرد که چرا در اینجا علما، یه علمای خاصی هم مورد هجوم قرار دادن. درسته. حتما ریشه این فکر و این فرهنگ رو ما بر اساس روابطی که خودشون دارن بررسی خواهیم کرد. از اتاق فرمان یک لطفی در حق ما انجام بدن، اونم اینه که اولا صفحه لپتاپ من رو روی تصویر بذارن تا بیننده متنم ببینن. اگه لطف کنن کسی از دوستان بیاد اینجا و ما این رو برامون درست کنن، اینجا تصویر رو ما نداریم. بله الان اومد. بسیار خب دوستان محترم بیننده، لطف کنید این مطلب رو با من دقت بفرمایید. این در شیعه آنلاین خبر به این صورت اومده: به گزارش شیعه آنلاین شنیده شده که تعدادی از دختران استان سیستان و بلوچستان که از نزدیکان و هواداران تروریست سرشناس عبدالمالک ریگی رهبر اعدام شده گروهک تروریستی جند شیطان بودند، طی چند هفته اخیر برای انجام جهاد نکاح به سوریه سفر کردند. گفته می شود این دختران ابتدا به کشور امارات متحده عربی سفر کرده و از آنجا به ترکیه و از ترکیه وارد خاک سوریه شدن تا به جهاد نکاح بپردازن. تصویر رو بیننده محترم دقت بفرمایید، ببینید تصویری رو سایت شیعه آنلاین گذاشته، تصویر یک دختر رو که روبروی یک مرد مسلح ایستاده و خبر هم داره از تعدادی از دختران استان و سیستان و بلوچستان داره خبر میده. یعنی چی؟ یعنی دختری که نشسته از دخترای سیستان و بلوچستانه و آقایی هم که روبروش نشسته این آقا از مجاهدین سوریه است. حالا خودتون تصور کنید، خیلی ممنون از اتاق فرما اگه لطف کنید لپتاپ رو بردارید، خودتون حالا تصور کنید چطور میشه به همین آسونی و به همین سادگی اومد یک قوم و یک ملتی رو متهم کرد. قطعا همونطوری که در مقدمه عنوان کردیم و اساتید محترم هم اشاره کردن بهش، این یک ریشه مذهبی داره. اینی که تهمت بزن به مخالفت، اون رو
حلال دم بکن، نمیدونم به هیچ چیزش رحم نکن. این از معتقدات متاسفانه شیعه دواز امامی است. رباطور حتما میخونیم برای اینکه ثابت بشه برای شما و کسی نیاد نگه که ما اینجا داریم از روی احساسات و نمیدونم از روی تعصب و اینها داریم حرف. نه، اینجا ما با دلیل و سند این قضایا رو مطرح خواهیم کرد. مهمان هم داریم، جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم زاهدان. نمیدونم دوستان عزیز اگه لطف کنن تلاش کنن ارتباطم باشون برقرار بشه و حول این موضوع از این بزرگوار امام جمعه محترم زاهدان مولوی عبدالحمید حفظ الله تعالی هم سوالاتی رو داشته باشیم. اما برمیگردم به کارشناسای محترم حاضر در استودیو. جناب دکتر، حقیقتا انسان فراموش میکنه خیلی از مسائل رو در مقدمش وقتی که این اوضاع رو میبینه و این گفتار رو میبینه. اون هم نگرانی از اینجاست که این قضایا تحت عنوان آل بیت داره ارائه میشه، تحت عنوان کسانی داره ارائه میشه که از یعنی عزیزترین افراد در نزد رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی پرچم آل بیته، اما عمل آل بیت نیست، گفته آل بیت نیست، حاشا و کلا. حالا از نظر شما علت طرح این چنین مسائلی در رسانه‌ای که ادعا میکنه میلیون ها بیننده داره و ادعا میکنه که محب آل بیته و داره از آل بیت دفاع میکنه، این یعنی چه انگیزه رو میتونه به همراه داشته باشه؟ من در خدمت شما هستم. انگیزه ها متعدد هست، یه بخشش ریشه تاریخی داره، یه بخشش میتونیم در شرایط فعلی اوضاع ایران و دنیای اسلام در نظر بگیریم. ما در داخل ایران شاهد یک موضوعی هستیم که خود جریانات مختلف هم به این موضوع اطراف دارن که یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جامعه ایرانی ما صادرات غیر نفتی تنفروشی ایرانی هایی هست که با کمال وقاحت بدون هیچ گونه رعایت عفت در دنیا مشهور شدن. این بس همش عاملش فقر هست، همش عوامل متعددی که فرهنگ دینی رو تضعیف کرده و برعکس فرهنگ غیر دینی رو تقویت داده. به هر حال پوشش دادن به این ضعف بزرگی که جامعه ما وجود داره و فسادی که میگیم روزانه، اگر شما در روزنامه ها هم نگاهی بندازید، در بخش های مختلف خبری هم نگاهی بندازید، به طور گسترده فحشایی که در ایران موازی با فقر وجود داره و همه اینها دست آورد عملکرد سوی هست که ما از نظام های بعد از انقلاب در حقیقت شاهد بودیم. همه اینها بالاخره باید به یک نحوی انشغال به دیگران مانع بشه که انسان خود رو ببینه. این یک بحث روانی هست. شما وقتی بخواید مشکلات اقتصادی خودتون رو برای مردم کمرنگ جلوه بدید، اقتصاد دیگران و مشکلات دیگران رو اینقدر بارز میکنید که بگن او دنیا غرق شد، حالا ما خیلی وضعمون خوب هست. یه مشکل خیلی کوچیکی داره که کشورهای همجوار یا کشورهای اروپایی پیش میاد، بزرگ میکنیمش، تر میکنیم و روش مانور میده شبکه‌های خبری تا اینکه مردم مشکلات درونی خودشون رو فراموش کنن. فسادی که در درون وجود داره و اونم زیر لوای دین و بنام متعه، فسادی که وجود داره، تنفروشی که وجود داره، همش بنام همونجوری که اسلام داره تموم میشه صورت میگیره. یکی بخشی از این بود هست. بخش دیگری که وجود داره این هست که واقعیت اینه که جامعه اهل سنت جامعه طاهری هست، جامعه پاکی هست و این جامعه طاهر و پاک براشون حسادت ایجاد کرده که در قبال وضعیتی که اینا دچار شدن، این پاک بونه باید با ترور، با چی؟ با ترور شخصیت و چی؟ با ترور اشخاص. درست. بیان به نحوی ضربه‌ای وارد کنن و این ما شاهد این قضیه به خوبی هستیم. زندان‌های ما پر هست از شخصیت هایی که امروز محکوم به اعدام هستند. این الان ما نزدیک 26 نفر ما محکوم به اعدام داریم که در زندان ریاض شهر الان محکوم به اعدام هستند. این هم یک ترور هست. درست. و این اتهامات یک به این صورت گاه به گاهی در روزنامه ها، مجلات و در شبکه های اجتماعی به این صورت پخش میشه، بعدن ترور شخصیت اهل سنت یا شخصیت مسلمان های دنیا هست. این نه. حقیقت موضوع دوم هست. و موضوع سوم بحث جریان سوریه هست. جریان سوریه الان داره واقعا این جنگ فرقه ای که اینا راه انداختن، بله. از دنیا را چرکشی کردن جلوی اراده مردم سوریه رو بگیرن برای دفاع از یک نظام
چپ یا بگیم بعثی لائیک غیر دینی که با حمایت کمونیست چین و روسیه قائم هست، اینا رفتن و اون رو با لایه مذهبی اون رو حمایت کردن و از دنیا بردن برای دفاع از اون. خود به خود اون مخلصینی که اونجا وجود دارن و امروز دارن خون میدن، باید یا با بمب شیمیایی از بین برن، اینم دفاعش اینم بشه به عنوان ترور اشخاص، و یا به این صورت با این اتهاماتی که باز هم نوکش میره به سمت این مظلومین و این خود باخته هایی که از تمام جان و مال خودشونو بر کف گذاشتن تا بگن که به اتهام بینا وارد بشه که اینها آدمای هوس بازی هستن، آدمای عیاشی هستن. کسی که اونده در محیط داره جون خودشو میده، کی در فکر جنس هست و اون چی که شما در کوچه و خیابون و در نمیدونم مراکز مختلفی که ایجاد کردی بنام متعه فکرشو میکنه. برحال این سه موضوع به نظر من میتونه در شرایط فعلی انگیزه یا بنیاد و اساس ایجاد همچنین گفته های بشه از سوی بله از سوی جناب استاد منصور حسینی. شما اشاراتی داشتین دال بر اینی که این قضیه میتونه یک ریشه عقیدهی و فرهنگی در مکتب شیعه دوازده امامیه داشته باشه. برای این فرماشتون میتونید دلایلی رو ارائه بدید که این نه فقط گفته یک شخصه؟ چون الان ممکنه خیلی از علمای شیعه بگوین خب این یک عقیده شخصیه آقای قزوینیه و ما اینطور نیستیم، یعنی عقیده شیعه این نیست. شما آیا این گفته رو قبول دارید، میپذیرید یا نه؟ نگاه کنید، این مسئله‌ای که جناب دکتر هم اشاره کردن در بحث سیاسی بودن اون الان دیگه خیلی رنگ و رنگ گرفته، بوش خیلی اومده بالا و این هم بار دیگه ریشه‌های تاریخی و عقیدتی داره. از زمانی که یک سال پیش تقریبا این قضیه رو شروع کردن اینها، و این در تمام شما وقتی نگاه میکنید در سایت ها یا خبرگزاری هایی که اینا ذکر شده، یا ایرانی هستن یا سوریه هستن که طرفدار حکومت بشار هستن، یا از کسانی که تابع حزب الله هستن، یا کسانی که بیدین بودن از اینها گرفتن. از یک سالی که دارن میبینن که مجاهدین پیشرفت های زیادی دارن، این قضایا را مطرح کردند و اینها را بار دیگه به علمای بزرگ از اهل سنت نسبت دادن که دارن خیلی دفاع میکنند و مردم تشویق میکنند به رفتن به سوریه یا دفاع از مردم سوریه. از این یک سال شروع کردن، از زمان اول نسبت دادن به تونس، بعد نسبت دادن به علمای سعودی، بعد نسبت دادن میبینیم که به چچنی ها، به کشورهای دیگه، الان هم به ایران، به اهل سنت ایران دارن نسبت میدهن. اینا هر اندازه که میبینیم پیشرفت مجاهدین بیشتر میشه، اینها افتراعاتشون و تهمتاشون هم رنگ و بوی بیشتری میگیره. من اینجا در پرانتز ازتون یک مطلب رو میخوام جناب استاد حسینی. من خودم شخصا بلوچم. بلوچ فرزند بلوچ، فرزند بلوچ. خب در مجموعه قبایل بلوچستان یک مسئله خیلی شدیدی هست، اونم حمیت و غیرت بسیار زیاد در مورد زنان. بله اینو هر کسی میدونه، یعنی ما شخصا در فرهنگمون تا به حال نبوده که مثلا زن به همین آسونی بخواد مثلا بخواد بره جایی، حتی ولو جهاد باشه. به هر حال یک سری موازین قومی جلوی خیلی از مسائل رو میاد میگیره. من تعجبم از اینجاست، چرا اومدن هدف قرار دادن دختران سیستان و بلوچستان رو، علی رغم اینه که معروفه که این نوع قومیت ها مثل بلوچ، مثل کرد، قومیت هایی هستن که با فرهنگ بسیار سخت و خشنی، یعنی هنوز جامعه بلوچستان به اون تطور زیاد نرسیده که ما بگیم مثلا یک نوع فرهنگ غربگرایی به طور کامل نفوذ کرده و هر کسی میتونه بره بیرون. نه، هنوز اون قومیت ها و اون عصبیت های قومی وجود داره. چرا اینها اومده اینها رو هدف قرار داده؟ شما عنوان کردید بحث سیاسی. بله، به نظر من اینه که اینها هر اندازه جو متشنج بیشتر بشه به نفعشون هست. بقای اینها در متشنج بودن حتی جو خود ایران هست. و حتی چون نگاه کنید بلوچستان به عنوان یکی از استانهایی بود که در این انتخابات مشارکت بالایی داشت،
اهل سنت، دو تا استان اهل بزرگ اهل سنت، کردستان و بلوچستان، بالاترین درجه نسبت مشارکت در انتخابات داشت، در انتخاب آقای روحانی. اینها با این طرح این قضایا میخوان که ایجاد تنش کنن در بین مردم و دولت، و با این تنشی که ایجاد میکنن به راحتی میتونن که به اون اهدافی که دارن برسن. این قضیه خیلی مهم هست. حتی میبینیم که نشانه هایی از عقب نشینی این دولت در باره قضایای سوریه داریم میبینیم، عقل گرایی دارن و احساس میشه این قضیه. اینها با طرح این قضایا میخوان واقعا جو بیشتر آلوده کنن در این قضیه. و وقتی که میبینیم نیا کنید تهمت هایی که میزنن در این قضیه، خیلی راحت اصلا به گفتن چند تا از دختران بلوچستان رفتن. خب الان به شخصیت هایی که مشهور هستن، جهانی هستن، برمان مثلا اینجا میاره میگه محمد العریفی از مفتی های سرشناس وهابیت عربستان با صدور فتوای اعلام کرد که حتی زنان شوهردار هم میتونن به جهاد نکاح بدهند. حتی زنان شوهردار، یعنی دروغ با این وقاحت، با این زشتی، طرف زنده هست هیچ وقت اعلام نکرد، اما در حقیقت بیاید ما به فتوای جناب آقای مقتدا صدر نگاه کنیم. بله بله. که در سال 1426 وقتی که یک زنی از که خود را زینبیات معرفی میکنند به حضرت زینب از اینها بریز، زنانی که خودشونو وقف کردن برای متعه و برای جنس، برای هر کس که جز کن، میگه که در این سوالش این گونه هست: نحن جماع من المؤمنات زینبیات المناصرات لجیش الامام المهدی. ما گروهی از زنان، حالا خودش هم مؤمنه میگه، زینبیه هم میگه، یعنی حضرت زینب رضی الله عنها اینگونه بوده، تن به خودفروشی میکرده، خود به حضرت زینب نسبت میدی که طرفداران جیش حضرت مهدی هستیم، میخوام سوال کنیم از شما که گروهی از جیش امام از ما خواستن که در یک حفله متعه جماعیه فی احد الحسینیات، متعه دست جمعی در یک از حسینیات شرکت کنی. جواب جناب آقای مقتدا صدر چیه؟ 23 یا 24 شوال 2016 با مهر خودش هست. ببینم اینا. بله این مهر خودشون هست با امضاشون هست قبل از اینکه ایشون بله میتونن اگه نشون بدن. بله احیانا گفته نشه که اینجا داریم از خودمون صحبت میکنیم برای اینکه یک مدرکی بشه. خب اینو اگه لطفاً پس بخونید. بله بعد جواب میده، میگه که زواج متعه در مذهب ما حلال و مبارک هست. نواسب همیشه سعی کردن در این قضیه شک ایجاد کنن، نمیخوان که فرزندان شیعه زیاد بشن. ان یتکاثر ابناء مذهبنا و یکثر عددنا و تصبح قوتنا کبیرا. اما من از شما میخوام که بله در این حفلات شرکت کنید، اشکال نداره. نگید فتوایی که کسی که الان رهبری یک جیشی رو داره، یک درست. گروهی از شیعیان رو داره، میگه که متعه دست جمعی در حسینیت هیچ اشکال نداره، دست هست، حلال هست، برای اینکه شیعه زیاد بشن اشکال نداره. خب شما این فتوا رو دادید و این فرد خودش هم علنا نیومده خودش انکار کنه، با اینکه نمایندش اومده گفته که نه این فتوا درست نیست و از این حرفا، اما از خودش هیچ نامه یا هیچ تکذیبیه صادر نشده. خب وقتی این اعتقاد شماست و این گونه دارید انجام میدید، چگونه اهل سنت تو شما در کدام یک از کتابای اهل سنت اینو میبینید؟ شما به ناصر العمر اینو نسبت دادید، کجاست این فتوایو؟ قل هات برهانکم، دلیل بیارید. کجا آقای اینجا گفتید که محمد عریفی گفته؟ کجا این فتوا را داده؟ به جز اینکه شما به دروغ خودتون یک صفحه توییتر درست کردید در میان نسبت دادید و ثابت هم شد که دروغ هست، و چندین بار خود آقای عریفی اعلان کرده، ناصر العمر اعلان کرده، همه دروغ هست. امکان ندارد یک انسانی که ذره ایمان و وجدان و شرف و غیرت داشته باشه بگه که جهاد زنان شوهردار هم میتونن تن به جهاد نگاه بدن. در کدام یک از شما احادیث و کتب اهل سنت، فقهش، فلان، هیچ انسان رذلی هم این فتوا رو نخواهد داد. درسته. بسیار خوب. بیننده عزیز و محترم، شما امشب میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو درباره این قول و این گفته دکتر قزوینی عنوان کنید، و ما دوست داریم از زبان شما بشنویم مشارکت هایی رو که خواهید داشت، و در این مشارکت ها میخواییم با رعایت چه شیعه و چه سنی فرقی نمیکنه، این نوع اقوال و این نوع گفته ها آیا میتونه نشأت گرفته از یک فرهنگ اسلامی یا یک اخلاق اسلامی باشه یا نه. جناب دکتر زیایی،
شما بر این باور هستید که کلا جامعه اهل سنت یک جامعه در خیلی از ابعاد جامعه بسته است. دختر اگر میخواد بیاد از خونه بیرون کاملا کنترل شده است، میراد و میاد. بگذاریم حالا از بحث های دیگه، بحث اینجا بحث عصبیته، بحث اینه که جامعه اهل سنت و جامعه به طور عموم، چه در خراسان، چه در بلوچستان، چه در کردستان، یک جامعه است که روی قضایای دختر و زن بسیار حساسه. خب از اون طرف ما به قول جناب استاد حسینی وقتی وارد روایت ها میشیم، من در مقدمه عنوان کردم از دیدگاه شیعه 12 امامیه بر اساس روایت هاشون تمامی امت، تمامی انسان ها ولد الزنا هستن، خیلی عذر میخوام از بیننده محترم و همتین شما، الا شیعه 12 امامیه. خب این فرهنگ الان اومده داره کم کم خودشون نشون میده و اومده از یعنی اقوامی و از یعنی گروه های شروع کرده که روی این قضایا بسیار حساسن. آیا این به نظر شما فتنه ای برای برپا کردن آتش تفرقه میان امت اسلامی نیست؟ بله، شکی نیست که تهمت زدن در این حال که مجروح کردن قلب های یک مجموعه ای رو متهم رو ایجاد میکنه، در این حال یک نوع عدم اعتماد، یک نوع بگیم چهره زشتی رو از یک مجموعه برای مردم ارائه میده که این مجموعه کلن از جامعه جدا میشن. ما متاسفانه در طول این مدت اینقدر شاهد بودیم که تبلیغات سویی که انجام میشد با یک عمل کردی که یک فرد معین مثلا در بلوچستان انجام میداد، چهره کل مردم بلوچ رو زیر سوال میکشوندن و یک نفرت بسیار گستردهی در کل جامعه ایرانی بر علیه قوم بلوچ پدید میومد. این مطلب هم این چنین پیغامی رو داره که نفرت ایجاد کردن جامعه ایرانی علیه یک قوم با چه هدفی هست؟ مگر نه اینه که میخوان این قوم رو، حیثیت این قوم رو، حقانیت این قوم رو، مقام و منزله این قوم رو، ادعای این قوم رو کلا صفر جلوه بدن و اینها رو اصلا از محدوده بگیم انسانی بیارن بیرون. یه قومی که به این صورت فوج 100 نفر غیرت نداشته باشه از بینش دختر صادر بکنه، این قوم با توجه به پایبندی به سنت های قومی و دینی که اشاره فرمودین میتونه چه پیامدی داشته باشه؟ شک نیست اولا بین مردم یه تفرقه بسیار شدید، یک بی‌اعتمادی بسیار شدید پدید میاد و در این حال مردم از فکر و اندیشه حق هم دور میمونن. پس این گفته هدفمنده، اینا همشون هدفمند است. همه اینا چطور شما الان چطور جناب استاد عزیز؟ الان من خودم شخصا، خب من الان این احتمال رو میدم که به هر حال خیلی دارن، یعنی این برنامه رو ضبط خواهند کرد و شاید از فردا هم از شما یک کلیپ هم درست بشه و وقتی این نوع اتهامات بین راحتی زده میشه از شما هم یک کلیپ هم درست بشه و خیلی از اتهامات به شما هم وارد بشه. خب الان شما فرمودین که اینا هدفمنده، و ابعاد این هدفمند بودن در چه جاهایی میتونه خطرساز باشه؟ ما میگیم هدفمنده، یعنی از دیدگاه شخص شما این هدف میخواد خودش رو به کجا برسونه؟ در کمال صراحت و بزرگ جناب دکتر، من بزرگترین نکته یا مهمترین نکته که در اینجا احساس میکنم اینه که در بحث ترور شخصیتی یک فکر و اندیشه وقتی که برایش دلیلی وجود نداره برای رد کردنش، و یک فکر و اندیشه وقتی که مبادی و اصول ثابت و قوی داره، تنها راه برای دور نگه داشتن مردم از این فکر و اندیشه اینه که پیروان اون رو به نحوی چهرهشون رو خراب بکنیم، به نحوی اینها رو بد جلوه بدیم، به نحوی مردم رو از اینها دور نگه داریم. به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن این یتبو که الا الذين هم اراذلنا باد الر، این اتهام بر به همین صورت انبیای ما قبلا کاملا این وارد بود بر این که افرادی که پیرو تو هستن این آدمی عاقل، آدمی سنجیده، آدمی فهیمی نیستن. این ترور در حقیقت هدفمند است، این که از فکر و اندیشه ای که این شخصیت حامل هست از این فکر و اندیشه دور نگه داشته بشن. وقتی که جامعه ما، اهل سنت ما، شرایطی که دارن
و حقانیتی که در تمام زمین دارن، چه در مسائل سیاسی، چه در مظلومیت، چه در مسائل فکری، چه در موضع گیری هایی که فعلا در دنیای اسلام مطرح است، چه در این جنگ فرقه ای که آتشش رو اینا پا کردن و دارن روز به روز تغذیهش میکنن و نمیخوان این آتش فرقه ای بخوابه و مردم سوریه آرامش بگیرن، برای همه اینها تنها رایی که وجود داره که بتونه عملکرد منفی اینها رو توجیهگر باشه و مظلومیت این مردم ظاهر نشه، حقانیت این اقوام نمودار نباشه، این ترور شخصیتی است که با این سنپاشی و با این چنین اتهاماتی میتونه انجام پذیر باشه. اجازه بدیم با هم این چند تماس رو داشته باشیم، سپس انشاءالله در خدمت شما باشیم. جناب عبدالعزیز از قطر بفرمایید. جانم آقای عبدالعزیز از قطر بفرمایید، در ارتباط مخصص شد با ایشون؟ لطف کنید سریع تماس بعدی رو. جناب آقای عبدالله، جناب آقای عبدالله از ایران بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. من میخواستم یه نظری عرض کنم، خواهش میکنم علما چه شیعه چه سنی در رابطه با ما ایرانی ها ما را به حساب احمق فرض نکنن. چه بلوط، چه کرد، چه ترک و چه چیز، ما یه چیز غیرتی داریم به نام ناموس. نه. اگر ناموسه به حساب هموطن من چه خواسته چه ناخواسته زیر خطر باشد، باور کنید که ما ساکت نمیشینیم. آفرین. و اینکه آیا این میشه در رابطه با مثلا دخترای شیعه هم اتفاق بیفته؟ بله میتونن گول بزنن و این کارا را بکنن، اگر این صحت داشته باشه که باور کنید تمام توانمون را ما میذاریم از این بچه های به حساب اون هموطنان خودمون ایرانی ها. بلد. ما بلوش و کرد اینا نمیشنن سو مثال ناموسی. درست. از این دفاع میکنیم و اگر به حساب این چیزی وجود نداشته باشه بخوام شایع پراکنی کنن جلوش ما وای میست. بله الان بحث های... آقای عبدالعظیم الان بحث وجود داره وجود نیست اجازه بفرم الان بحث اینه که وجود دارد، ما الان اینجا که اومدیم برای زن و گمان که ما اینجا نیستیم. شما در مقدمه برنامه کلیپ رو گوش کردید، اخبار رو توجه فرمودید یا نه؟ یا من یک بار کلیپ رو بذارم بعدا من میخوام نظر شخص شما رو در مورد آقای قزوینی که در این کلیپ به طور صریح و واضح هم دیدم ایشون هم گفتن انشاءالله این دروغ هست، انشاءالله این دروغ هست، چند بارم تکرار کردم چطور انشاءالله این اجازه بدین نه آقای عبدالله آقای عبدالله حدیثی داریم که میگه کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کافی است که برای انسان دروغی رو ارائه بده. بعد در یک رسانه یه چیزی که خودش اگه ایشون واقعا باور نداره، اگه هدف نداره، طرحش یعنی چه؟ بله دوستان عزیز، جناب آقای عبدالله اجازه بدین پشت خط بمونین و شما الان فرمودین که ایشون گفتن، یعنی شما دارین از زبان آقای قزوینی دارین صحبت میکنین که ایشون گفتن که دروغه و الان داریم انشاءالله که دروغه. اجازه بدین کلیپ رو با هم میشنویم، بیننده عزیز قضاوت کنن، سپس من سخن پایانی شما رو میشنوم تا شما مطمئن بشید که این دروغ نیست و صحت داره. لطفاً صفحه لپتاپ رو دوستان عزیز و محترم، دوستان اتاق فرمان، خب بله یک لحظه فقط توجه بفرمایید. بله اجازه بدید گوش کنید جناب آقای عبدالله، یک لحظه صدا رو هم من باز کنم براشون که صدا کاملا واضح باشه. خب بسیار خوب. بله که بعضی از دختران از ایران از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن و خیلی از عزیزان ما از این عمل براءت جستند و گفتن مایه شرمندگی است برای ما، که بعضی از دختران از ایران از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتند و خیلی از عزیزان ما از این عمل براءت جستند و گفتن مایه شرمندگی است برای ما. بسیار خب کافیه، خیلی ممنون از شما از اتاق فرمان. جناب آقای عبدالله این دروغه یا راست؟ ببینید شما چیزا بعد خدا را میارد الله خلاصه میکن خالق آسمان ها و زمین رو، چون این دارید مانور میدید. ما اهل به حساب گوشامون نه درازه نه کمتر از شما ها میفهمیم، ما وارد این بحث های علمایان چنانی نمیشیم. خیلی ممنون از شما جناب آقای عبدالله، مثل که شما ظاهرا نمیخواین بفهمین این قول صریح. و حالا دوستان عزیز بیننده متوجه شدین که الان حق
سریع واضح و روشن داره ارائه میشه. ولی من تا ببینید که دوستمون جناب آقای عبدالله چطوری چپ و راست دارن حرکت میکنن. من هنوز اخبار شیعه آنلاین رو هم نخوندم که تأکید بر این مقوله آقای قزوینی است. هداه الله، خدا ایشون رو هدایت بکنه و به سمت نور بیاره. جناب آقای عبدالعزیز از قطر بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از برنامه خوب و قشنگتون. بعدش یه پیامی داشتم به این شیطان صفت قزوینی. بفرمایید. میخواستم خدمت این عرض کنم، بنده خودم بلوچ هستم، والله از امارات زنگ زدم. بله بفرمایید، خوش اومدید. تو کجای بلوچستان یه همچین چیزی که آقای این قزوینی میگه جهاد صیغه و نمیدونم از این چیزا، کجای بلوچستان یعنی هستش؟ درسته. اگه واقعا اینا راست میگن، اگه واقعا اینا راست میگن که حرفشون درسته، اینا بیان ثابت کنن تو کدوم نقطه بلوچستان یه همچین به اصطلاح اصطلاحی رو اصلا دارن تحت عنوان جهاد نکاح. اصلا کدوم عالم اومده، کدوم مولوی در منطقه از علمای معتبر اهل سنت در هر جا که باشه، خراسان، کردستان، کدومی که اومده همچین فتوای رو داده که دختران کتاب فقه ما همچین عنوانی رو داره؟ و اصلا یا در عقیده اهل سنت و جماعت تحت چیزی تحت عنوان جهاد نکاح وجود داره؟ بیان بگن قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. بفرمایید. آقای موجود، بنده خودم تو قلب بلوچستان زندگی میکنم و اگه اینا راست میگن، جرأتشون رو دارن، به قدرت هم دستشونه، اگه واقعا راست میگن برای چی نمیان یه همچین دفترهایی یا به اصطلاح خودشون یه همچین مکتبایی به قول خودشون نمیان تو بلوچستان؟ اگه واقعا جرأتشون رو دارن بیان یه همچین چیزهایی را بیندازن و زیر پرده و پشت پرده هرچی دلشون میخواد به قوم بلوچ و زنان و خواهران ما تومت وار میکنن. بله خیلی ممنون از شما جناب آقای عبدالعزیز از قطر. جناب آقای ابو اسماء عزیز از بغداد بفرمایید. جناب آقای ابو اسماء. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی وقت صدا شما رو نداشتیم، حتما با این مقوله ای که مانان عزیزت متاسفانه فقط مونده بلوچا بدنام کنید. آخر کجا در بلوچستان زنا میان بیرون؟ من یه فامیل داشتم رفت سربازی بود، فامیل از سرباز بود از بلوچستان، با هم با سربازی از بلوچستان برادر بود در یک تابلان. یه روز رفت مهمانی، قسم خورد بود من شام خوردم، همه جا خوابیدم، زن ندیدم به چشم خودم. آخه چرا دروغ میگین آقای ابکار جانم؟ اینا حالا در روز روشنا دروغ میگن. این پیروانشان، این خوندهای قبلی مالی 1000 سال و 200 سال و 300 سال چی رسانه ها نبود، این هم چی دور جلوشان میگرفتن، حالا در روز اشکر دروغ میگین آقایان. آقای ابکار باور کن، در زمان صدام خدا رحمتش کنه، قبل از بطل وقتی کسی میامد با زنی میرفت تو مسافرخانه، باید شناسنامش میامد، یا مادرش بود یا خواهرش یا زنش بود. آرام حالا دیگر فقط یک برگه بیاری از آقای آخوند، هرچی باشد یک برگه، یک آخوندی برگه بده برو دیگر کار تمامه در مسافرخانه، که جلویت نمیگیره. آقا شما بوید بندتون اومده بیرون، آقای قزوینی خدا رو سواد کرده در دنیا و در آخرت، چرا مردم رو بدنام میکنی؟ علی شیخه. خداحافظ شما جناب آقای ابو اسماء، بنده خدا زیاد درد دل داشتن ایشون. بیننده بعدی رو لطف کنید از اتاق فرمان لطفا سریعتر دوستان. جناب استاد حسین، من بخشید قبل از این سوال بفرمه. شما سوالی هم کرد من جواب ندادم. بفرمه. ولی کنید این اتهاماتی که میزنن تازگی نداره، اینها مرحله مرحله پله پله هی اتهام میزنن اتهام میزنن، بعد که میخوای دفاع کنی به ناقا مانور میدید. همیشه خودشونو دست بالا برای خودشون قرار دادن. شما نگاه کنید وقتی که مردم سوریه اعتراضشون شروع شد، خب اینا
اومدن دولت ایران داشت میگفت که مردم یمن، مردم بحرین، مردم فلان، مردم فلان کشور فلان کشور، اما سوریه سکوت. شما برید تو سایت بیداری اسلامی نگاه کنید که تابع آقای خامنه ای است، صحبتی از سوریه نیست، کشورهای دیگه میاره، بحرین میاره، اخبار فلان فلان کشور میاره، صحبتی از سوریه نیست. اینجا بیداری اسلامی حساب نمی کنند. شروع که شد همه را متهم کردن به اینکه اینها تروریست هستن، وهابی هستن، اینها دست نشانده اسرائیل هستن، دست نشانده آمریکا هستن، میخوان بر علیه مقاومت حرکت میکنن. نگونید این شروع کردن. خب کسانی کشته میشن دیدن بچه‌ها هستن، زنها هستن، پیرمردا پیرزنا هستن، انسان ها که چی تو دستشون نیست. اومدن مرحله بعد اینو مطرح کردن، مرحله جهاد مناکحه. الان شما معلوم نیست که فردا وارد چه چیز جدیدی حاج آقا و دوستانشون درست کنند. این فتوایی که اینها درست کردن و به آقای عرفی نسبت دادن، اصلا این کسی است که خودش اعتقاد به متعه داره، اسلوبش اسلوب کسی است که معتقد به متعه هست. نگاه کن چی میگه. میگه این ازدواج ها که این در سایت شیعه آنلاین هست، بله. این ازدواج ها که وی اون را ازدواج های مناکحه یا موقتی مینامد. اهل سنت ازدواج موقتی ندارن، درسته؟ شما در هیچ کتاب از اهل سنت ازدواج موقت ندارید، درست؟ قبوله؟ بله. این یک. میگه شامل زنان و دختران 14 سال به بالا مطلقه ها بیان شد. او همچنین فتوا بهش را به اون دسته از زنانی که به نوع ازدواج با شبه نظامیان رضایت میدن وعده داده است. آیا شما در قرآن میبینید که اصلا با ازدواج کردن انسان بره به بهشت؟ حتی با ازدواج کردن، ازدواج شرعی به خدا قرآن، اگه شما ازدواج کردید شما میبرن بهشت؟ نه. تو چرا سبب عملش؟ بله. ازدواجی که شرعا حرام هست، باطل هست، چطوری آقای عارفی میتونه بیاد این فتوا رو بده؟ در فضائل متعلق این هست. بله، در فضائل متعلق همین خواستم بگم. بله. در فضائل متعلق هست که کسی که متعه کند جاش بهشته، مقام منزلتش یک بار اگر متعه کنه مقام حسین داره، بعد مقام حسن بار دوم، مقام بره. بار سوم مقام علی داره، بار دوم بره. بار چهارم مقام رسول الله. به اندازه هر متعه‌ای که بکنه چقدر گناهانش بخشیده میشود. بله. پس نگاه میکنیم که هر زمانی که به طور کلی، حالا که الان مسئله سوریه هست، هر عالمی از علمای اهل سنت هم اومده بود، اومده فکر شیعه رو نقد کرده، علمای شیعه و حتی عوام شیعه فوری تهمت میزنن. اونم تهمت اولا از کجا شروع میشه؟ بله. تو اتهامات اولا در ناموس و حیثیت احسنت همین اولا چیزی که ساده میشه، یا اینکه متهمش میکنن به اینکه جاسوس هست. بله. یا دست نشانده فلان کشور هست، اینها وهابی هستند. بله. با القابی که همون گونه که اقوام انبیا رو متهم میکردن، میخوان دعات و مسلحین را متهم کنند. تو بدین وسیله فقط اینو میگم. بله. که هیچ کس جرأت نقد شیعه رو نداشته باشه. و این روایت خواهیم خواند که چرا اینو میگن که هیچ کس جرأت نقد شیعه نداشت، حتی نقد علماشون از خود شیعه هم که باشه، از خود شیعه هم که باشه در حق او کوتاهی نمیکنن، بهش تهمت میزنن. دیدیم آیت الله کروبی، آقای موسوی و غیره، این کسانی که در به قول خودشون فتنه 88 چه اتهاماتی که بهشون نزدن، یعنی و چه کارهایی که بهشون نکردن، چه تجاوزاتی که بهشون، تجاوز جنسی هم که در زندان ها بهشون نکردن. تماس هست اتاق فرمان. خواهر ام عبدالله از بحرین بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام رحمت الله و برکاته. سلام به آقای حسینی، سلام به آقای ضیایی و شما. علیکم السلام و رحمت الله. اسمتون نمیفهمم. من آبکار هستم، بفرمایید. من مطلبی داشتم در موضوع اینکه آقای کاظمینی گفتی، کاظمینی میگی که از در باره موضوع فارسی هم زیاد خوب نیست، موضوع حال متع. شما میدونی متحمل شیعه، ما میدونیم که متحمل شیعه و هیچ سنی تا به حال چیزی کاری نمی کنه در خزنه بحر، در احداث بحرین دید که شد. خب. چند روز که نشستن در میدان لوله، در میدان لوله هم آدرش اینو. بله. اون خیمه ها برای چی برپا کردن؟ دختران و پسران طلب کردن برای مطعه، اما الله لا یقول ان شاء الله. چیزی که ما نشنیدیم که حتی پسران و خواهران خودشون اینجا یعنی دیدن. بله درسته، کلیپش هم هست، اتفاقا کلیپش هم هست. بله بله میدونی؟ بله بله اتفاقا کلیپش هم هست، در یوتیوب هم هست. بله ای
چی که نکرده. حالا میگن که بلوچستان مادرشن و جهاد و مادرشن و فلان، بلوچ شیرمردی که بلوچ از کسی نیست، این شکم آقای شیعه هم پاره میکنه و شیرین مدحات و تحت تو سرش نمیره. امین کل داشتم. بله خیلی ممنون. سلام من به آقای حسینی خیلی برسانی و زیایی به شما. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خوش آمدید ام عبدالله از بحرین. این بله، این هم گواهی از ام عبدالله از بحرین که در این خیمه های بحرین چی میگذشت. خب تماس بعدی لطف کنید اتاق فرما سریعتر تا ما بتونیم بحث رو یکم جلو ببریم. دوستان محترم، جناب آقای نعمت الله از زاهدان بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت شما. خدا فرسیدم و غرب نمیتونید بندی لعنت الله غزی میگم. ما بچه شیریم، ما بچه بلوچیم، ما دختر نمیفرستیم مثل شما. سیغه کنی یک مرد چهار تا شوهر بگیم مثل شما. خوش شما جرات اگر در بیایی اینجا سیغه خانه درست کنید تو تاهدان مثل یک خانه شما خراب میکنید. شما میگید بلوچه میفرستن دختر اینجا، میگم بلیچه خودشون شیر اگر برم خودشون میرم. ما حالا خودم تو زایران هستم، از گروهی هستم، اگرم تو غیرت هم در بیام منم بگیر شما را. این منم من نعمت الله اندازی هستم شما. نه نه لازم نیست، لازم نیست دوست ازم، نیاز به اسم نیست، هیچ لزومی نداره که اسم بخوایم ببریم. و اصلا شما اینطور قضیه رو ببینید که صحبت از اهل سنت و جماعته. امروز اگر حتی ولو یک شیعه عامی هم متهم بشه به این قضیه، باید ازش دفاع کرد. اینجا بحث اسلامه. اسلام نیومده که از یک اقلیتی دفاع بکنه تا همشه. اسلام اومده از یک منهج دفاع بکنه، اومده از اون اتهاماتی که به زنان پاک زده میشه و در اون آیات خوندیم و اساتید هم خوندن، بیاد مسلمان ها رو یعنی اینا رو بیرون بیاره. بیچ وز لازم نیست. عجیبه نیست وقتی به مؤمن عایشه هنوز این رحم نکردن. بله بله. خیلی ممنون آقای نعمت الله از زاهدان. تماس هست جناب آقای عبدالله از ایران شهر بفرمایید. الو سلام خسنه. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. جناب آبکار خسته نباشید. قربان سلامت باشین آقا عبدالعزیزم بفرمایید. جناب قربان شما تشکر. با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم. جریان این غزوینی مثل آب روشنه که چه جریاناتی را داره دنبال میکنه. در واقع اول همه مستدر هستید، همانطور که فرمودید مسئله سوریه است که در واقع یه علاق این حاج آقا هست که اونجا میرن به ظاهر عیاشی خودشون رو میکنن، دارن منطقه خوشاب هوا خودشون رو دارن از دست میدن انشاءالله به زودی. در واقع با یک تیر میخوان چند نشانه بزنن. در واقع اول اینکه خیلی از روشن فکران دین پژو دارن از اینها روی میگردنن و به طرف مذهب حقه اهل سنت و جماعت میگرمن، و دوم احساسی کردن مردم فهیم شهرستان ها بعضی اکل تشاری هستن برای اینکه در واقع اینا رو بازیچه قرار بدن و برای جنگیدن برای به طرف سوریه روانه بکنن. اگه واقعا جنگ هر فتر خود آخونده ها نمیرن در صف اول جنگ قرار نمیگیرن. این مسئله خیلی روشنه، واضحه و خیلی روشنه که بلوچه ها هیچ موقع در واقع خیلی دارن تعصب خاصی دارن نسبت به زنانشون. در واقع اینا میخوان سیاست های رو در دنبال میکنن که مردم رو احساسی بکنن و از ما در واقع از آب گلالود ماهی بگیرن. بله خیلی ممنون، لطف کردیم جناب آقای عبدالله عزیزم از ایران شهر. اتاق فرمان اگه اجازه بدین به من یک مقدار با دوستان عزیز حاضر در استودیو کارشناس محترم صحبت کنم. آخرین تماس رو لطف کنید، بعد از اون دوستان یک مقداری درنگ بفرمایند بحث رو جلو ببرم. جناب آقای مهدی از ایران هاشمی. آقای مهدی هاشمی از ایران خیلی خوش آمدید. لطف کنید صدای گیرندتون رو کاملا ببندید و از طریق تلفن با من صحبت بفرمایید. من در خدمتتون هستم. سلام خسته نباشید. سلامت باشید. می‌خواستم سوالی بکنم درباره برنامه‌تون. خب
شما چرا نسبت به شیعیان اینقدر بددین هستین؟ دوست عزیز، ما نامی از شیعیان نبردیم، ما گفتیم که اقوالی از جناب آیت الله قزوینی الان پخش شد، شما هم شنیدید قطعا، سایت خبری شیعه آنلاین هم خبرش هم خوندیم، دال بر اینی که متهم یعنی افراد و دختران سیستان و بلوچستان هستن که اینها رو یعنی اومدن و متهم کردن به طور صریح و واضح به اینی که اینا دارن میرن سوریه تحت عنوان جهاد نکاح، یعنی اصلا میخوام که اینا دارن میرن اونجا دارن متهم میکنن. خب بحث اینه، بحث من حتی گفتم اصلا حتی ولو قضیه مرتبط با عوام شیعه باشه، اگر مورد اتهام قرار بگیره باید از اون دفاع کرد، فرقی نمیکنه شیعه باشه یا سنی، ولی منتها اینجا یک حقیقتی است که الان آشکار واضح و روشن ما در اختیار شما گذاشتیم و کارشناسا دارن در موردش صحبت میکنن. چرا شما بحث رو اصلا دارید یه مسیر دیگه دارین میکشونین؟ آقای مهدی عزیز، جناب دکتر، مظلوم نمایی خیلی عجیبه ها. همین که آره دیگه، بس یعنی تهمت میزن بعد مظلوم نمایی هم میکنه. بله خب جناب دکتر، چند شب پیش اتفاقاتی که برای چند تا دختر روی این قضیه شیمیایی افتاد، خب دل هر انسان منصفی رو به درد آورد. وقتی میدیدی دخترهای 5 ساله 6 ساله چطوری این سم زده به مغزاشون و چطوری داره دستاشون میلرزه و دارن جون میدن، بله اعصابشون نه بین مرگ و نه بین زندگی هستن، مسلمان که هیچی، یک کافر منصف هم دلش به درد میاد. ولی یک روز در همچنین رسانه ای نیومدن یک دختر بیچاره بدبخت رو که داره جون میده نشون بده، برای اینی که بگن این یک مسلمانه، ولی از اون طرف میان به این راحتی یک قومی رو و یک ملتی رو در ایران در رسانه ها متهم میکنن، بعدن میگوین که ما محب اهل بیت هستیم و ما پیرو اهل بیت هستیم. این توهین و اهانت به اهل بیت چرا؟ من در خدمت شما هستم. اهل بیت پناهی هست و بگیم به عبارت دیگه من معتقدم که اهل بیت گروگان گرفته شدن. شخصیت اهل بیت در حقیقت اینا قاصب شخصیت اهل بیت هستن که در پناه شخصیت اهل بیت بتونن هر جرمی هر جریمه‌ای رو انجام بدن و برایش توجیه هم داشته باشن و بقیه رو هم بگن اینا دشمنان اهل بیت هستن. این عمل کرد در مجموع ریشش از تبعیتی میاد که در حقیقت دشمنی با دین داره، ولی این جرأت و این شهامت رو نداره که دشمنی خودش رو با دین ظاهر بکنه. وقتی که دشمنی با دین رو نمیتونه ظاهر بکنه، مجبوره بیاد سنگر در ضمن اهل دین بگیره و خودش رو با یک مجموعه‌ای که بری هستن از اونا که اهل بیت باشن خودش رو منصوب بنا بدونه و در این حال این نقش خودش رو ایفا کنه. تمام جنایاتی که امروز داره صورت میگیره و تنها فقط این نیست، فقط این نیست. شما فکر میکنید که بذر کینه و حقد، دقت کنید الان دوستمون میگه که شما چرا به نسبت به شیعان بدبین هستیم. ما بدبین نیستیم، ما میگیم برعکس، شما چرا نسبت به سنی ها بدبین هستیم. من میخوام بپرسم بگم که در کجای فرهنگ تسنن لعن و طعن هست به گروهی دیگری؟ اهل بیت پیامبر که جای خودشو دارن، اونا که ضمن درود و سلام اون وجود دارن، در عمق قلب مسلمان و در جزء ایمانیاتش هست، ولی در فرهنگ عموم اهل سنت در رابطه حتی با دشمنان دیرینه دین در کجا لعن و طعن بنان یک فرهنگ وجود داره؟ ولی در ما در زیارت عاشورا باید شاهد باشیم که لعن و طعن بر بزرگترین شخصیت هایی که دین رو به دورترین نقطه های این کره خاکی رسوندن، لعن و طعن به کوچک بزرگ مردم در رابطه های اینا تزریق میشه. این جزء دعا باشه، جزء معتقدات باشه، جزء قرب الله باشه. آیا در فرهنگ اهل سنت قرب الله در قالب لعن و طعن به مجموعه نیک جهان
آفرینش و تاریخ بشریت تعریف شده است. بله این ضمن دعا هست، دعایی است که به عنوان زیارت عاشورا بر در و دیوار زده میشه. الان اول من بله خالف اهل بیت او غصب حق الان اول سنم شما شیعنیز وقتی باز میکنید نمیشه پروردگارا منتقم آل محمد را برسان، اللهم لعن الاول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. این شعارش، این شعارشون هست و اینا کی هستن؟ با توهم، با وهم ساختن. اولین کسی که دشمنی کرد با هم زندگی کردن، همزیستی داشتن، قوم خیش بودن، همسنگر بودن، به هم دیگه تو نگوزن. الان ما شدیم، ما اومدیم بشناسیم اونا رو، پرندشون دو در بیاریم که اینا هم دشمن بودن ولی تقیه کردن. اینا با هم با هم در کینه و کدورت بودن ولی ما دقیقه پی نبردن. این در حقیقت یک بگیم آتشی از کینه و دشمنی هست زیر یک خاکستری که ظاهرش خودش رو با حب اهل بیت داره به نمایش در میاره. دکتر حسین موسوی علامه است که ایشون در نجف خوندن و از شاگردان امثال خویی و حتی خمینی هم بودن. ایشون بعدن هدایت میشون و کتابی رو می نویسن تحت عنوان لله ثم للتاریخ و این کتاب ترجمه شده. اهل بیت از خود دفاع میکند، این کتاب یکی از علمای بزرگ شیعه است. جناب استاد حسینی، با توجه به اینکه در بحث امامت که هر هفته این در همچنین شبی ما داریم ادامه میکنیم و کاملا علمی و تخصصی داریم بحث رو جلو میبریم، روایت های عنوان میشه، با توجه به موضوعی که ما امشب داریم که به صراحت حتی به ائمه آل بیت توهین میشه، همونطوری که جناب دکتر زیایی بهش اشاره کردن، من یکی از این روایت ها رو من باب باز کردن موضوع عنوان میکنم. سپس من دوست دارم شما حول این قضای بیشتر توضیح بفرمایید. کلینی و توسی از محمد ابن مضارب روایتی رو عنوان میکنن که ترجمهش اینه، میگه که امام صادق علیه السلام به من فرمودند، یعنی به محمد ابن مضارب فرمودند چی؟ گفتن یعنی این کنیز در اختیار تو باشد. یک کنیز رو بهش میده، میگه این کنیز در اختیار تو باشد، هم تو را خدمت میکند و هم خود را با او ارضا میکنی. هم تو را خدمت میکند و هم خود را با او ارضا میکنی. خیلی عذر میخوام بیننده محترم، ما مجبوریم که این روایت رو و این فکر رو الان ارائه بدیم. هر وقت خواستی بروی او را به ما برگردان. یعنی حتی کنیز و زن در این فرهنگ یک متاعی بیش نیست که اینو بردار، هر کار داری باش انجام بده، مثل ماشین بعد برش بگردون هر وقت خواستی بیرو و تحویلش بده. من تعجب میکنم چرا این همه تاریکی ما در روابط شیعه میبینیم. من شخصا وقتی میام روابط رو بررسی میکنیم، وقتی میام به طور تخصصی روی این روابط کار میکنیم، یعنی اگه مبالغه نباشه کمتر صفحات روشن در روابط اینها میبینیم، همش طعن لعن فوش ناسزا. بله، چون اصلا شما صفحه روشنی نخواهید دید، چون که هیچ اساسی از قرآن و از سنت رسول الله و یا از سیرت اهل بیت پیامبر در اون شما نمیبینید. این وقت شما در سیرت اهل بیت پیامبر دروغ گفتن، لعنت کردن، ترس و یا همین این روایتی که الان خواندید که دعوت به زنا و دعوت به متعه، اونم امام جعفر امام باقر، امام کسی امام حضرت جعفر که امام معصوم هست داره این کار رو انجام میده، میگه بردار برو. هیچ عنوان شما اینو در فرهنگ اهل بیت نمی، در بین هیچ انسانی که دارای شرافت و غیرت باشه شما نمی بینید. اما متاسفانه این روایت الان دارن خیلی ساده به ائمهشون نسبت میدن. بله، درسته؟ بله. شما ما تعجب نکنید اگر میان که به چند دختر از زنان دختران پاکدامن بلوچ یا بله، تونس یا چچن یا سوریه این تهمت رو میزنن. وقتی اینقدر رکیک و زننده تهمت میزنن در شیعه اونلین میاره، شیعه نیوز میگه که مجاهدین سوریه میگن که تصویر از اتا فرمون لطفا تصویر کارشناس رو بدن، لطفا تصویر کارشناس رو میگه که ما به مفتیهای خود اعتماد داریم، نمیتوان در دین امری که خدا آن را حلال شمرده رد کرد و این مفتیه را خدا فرستاده تا به پیروزی ما بر حکومت بشار اسد کمک کند. چقدر زشت و زننده. میگه که این چیزی که گفتن ازدواج با محارم، میگه این دین خداست،
این شما وقت بدین صورت بین زشتی بر امام خودشون تهمت میزنن و این حرفو میزنن. وقتی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه که خداوند او را پاک و مبرا اعلان کردن، با این حال شما در روی منبراشون در کتابهاشون میخونید میبینید میشنوید در صدا سیما این اهانت هایی که به ام المؤمنین عایشه میشه، این تهمت هایی که زده میشه، پس جای تعجب نیست که اگه ما ببینیم اینها بار دیگه همین اسلوب قدیمی اجدادشونو دارن تکرار میکنن. بله نگاه کنید، من روایتی که کلینی میاره بله که در کتاب خود شافی که دیگه کتاب معتبری است در نزد شیعه و این روایت بیش از نزدیک 15 نفر از علمای حداقلش شیعه اونو تصحیح کردن. بله میگه که داوود ابن سرحان میگه از ابی عبدالله از حضرت جعفر میگه که چی؟ میگه رسول الله فرموده که اذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم یک، واكثروا من سبهم دو، والقول فيهم سه، والوقيعة وباهتوهم پنج، كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم باتشي يكتب الله لكم بذلك الحسنات و یرفع لکم به درجات فی الاخره. بله حالا نگاه کنید در اینجا این روایت میگه چی؟ میگه رسول الله فرمود زمانی کسانی که اهل شک و اختلاف هستن، دین خوبی ندارن، اهل بدعت هستن، از پس از من ها که دیگه منظور غالبا اهل سنت هست در این قضا. بله حتی غیر از شیعیان 12 امامی شون. بله. فرق نمیکنه. میگه که براءت از اونها را آشکار کنید. شما در این روایت ها میتونید به شخصیت علمای شیعه یا شیعه راویان شیعه در طول تاریخ پی میبرید که چگونه بودن و چگونه میخواستن این ضعف و ناتوانی که دارند در قوتش، در منطقشون، در حجتشون بدین وسیله پنهان کنند. خب پس اعلان براءت امر هست، داره امر میکنه. فاظهروا البراءة، امر هم للوجوب هست. بعد میگه که اکثروا من سبهم، فوششون بدید، نه فقط فوش بدید، تا میتونید فوششون بدید، فحاشی کنید تا میتونید. پس آقای وقتی میاد توی یک رسانه عمومی و که یک نماینده یک طیف فکری است در جامعه، اون هم علمایی که به اسم دین خود را معرفی میکنن، شما تعجب نکنید. برادران بلوچ ما که اگر این تهمت دارن به شما میزنن تعجب نکنید، این آقا دینشه. خب سه، والقول فیهم، تا میتونید هر تهمتی میتونید بزنید، هر سخنی میتونید در موردشون بزنید. والوقیعه، میتونید به هم بزنید. بله. توشون بیفتید. بله. بعد میگه و باهتوم، بهتان بزنید. بهتان نهان چه چیزهایی؟ مثل الان بله مثل بهتان بزن. بله. دروغ بگو، بهتان بزن، فوش بده، فوش هم بده. میگه تا اینکه اینا طمع در اسلام نکنند، مردم برحذر باشند. شما دیدید حتی به خودشون، به علمای خودشون گفتیم که رحم نکردند، به مخالفین خودشون در همین سال 88 باشون چه کارهایی کردند، چه تهمتهایی بهشون زدند، چه اعترافاتی که بیزور از اونها گرفتند، به علمای خودشون، کسانی که درجه اجتهاد هستن رسیدن، مجتهد هستن، اینگونه رفتار کردند. درست. خب بعد میگه که چی؟ بدین وسیله حسنات نوشته میشه. آقای قزوینی که این حرفی میزنه بر اساس این روایت داره کار خیر میکنه. وقتی کلیپی درست کردن در مورد یک از کارشناسان اهل سنت چه تهمت هایی زدن، بله. جناب آقای مجری میگفت که اما از تمام کسانی که در ساختن این کلیپ با ما همکاری کردن تشکر میکنم، اجر دارن، این روایت میاره. حسنات داره، طرف میگه من حسنه دارم. شما وقتی که تهمت بزن و رسوا بکن و اینا همه حسنات داره، نگاه کنید این چه فکری است، چه فرهنگی است که تهمت بزن، دروغ بگو، تو حسنه داری، خداوند در آخرت مقام منزلتت پیش بره. شما در کجای قرآن دیدید که در زندگی یک از انبیا یا در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در برخورد با مخالف می اومده تهمتش میزده، تهمت ناموسی زدن؟ جز اینکه این صفت کفار و منافقین بوده. درست. چیزی که خداوند همیشه خواسته قل هاتوا برهانکم. بله. قل هذه سبیل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. بله. بصیرت بر اساس علم. اما چون متاسفانه همیشه هیچ وقت علمای شیعه حجت و منطقی ندارن، یا از سلاح استفاده میکنن، کشتن، شما در تاریخ شیعه نگاه کنید. بله. وقتی حکومت‌ها رو کار اومدن جز کشتن هیچ کاری نکردن، جز کشتن. بله.
تاریخو بخونید بله. و یا اینکه فحش و ناسزا بهتان و تهمت و افترا بزن بر مخالفتون نمیتونه چون بله. هیچ دلیل و حجتی نداره. حالا ما بعد ان شاء الله حتی روایات دیگه داریم در عصر حاضر حالا بله وقتی استاد هست میبینین که حتی بله. چه تهمتایی میزنن به حضرت عمر زدن، به حضرت عثمان زدن، به حضرت ابوبکر زدن، به علمای امروز زدن. حتما اینا رو اعراب بدین، اینا رو حتما اعراب بدین. جناب دکتر، اصلا در معتقدات یا در عقیده اهل سنت و جماعت، چون ایشون از آقای قزوینی از یک جمله تحت عنوان جهاد نکاح از این جمله استفاده کردن، ما یک مقدار وارد بحث منهجی و علمی بشیم، اصلا همچنین اصطلاحی در قاموس و در فرهنگ اهل سنت و جماعت وجود داره یا هیچ عالمی در این باره جهاد نکاح چیزی گفته؟ بفرمایید. قرار اشاره داشتیم گفتیم که این اصطلاح یه اصطلاحی هست که همونطوری که اصلش افتراء هست فرعش هم افتراء هست، همونطوری که فرعش افتراء هست اصلش هم افتراء هست. یعنی این که ما واژه‌ای به نام جهاد نکاح اصلا در هیچ فرهنگی و هیچ بگیم مرجعی از مراجع فقهی خودمون نداریم، ضعیفترین کتابای اهل سنت متأخر هم نداریم. این به نظرم این مطلب سلسله مراتبی رو طی کرد. مرحله اول این بود که بیان بگن اهل سنت مثل ما معتقدن به متعه، یعنی متعه فقط مال ما نیست، بیوندوباری اخلاقی در قالب متعه فقط مال ما نیست، شما هم معتقد هستید. در بعضی سایت ها آوردن که شیخ الازهر گفته که یک ازدواجی هست به نام ازدواج مسیار و در نتیجه این هم شبیه به متعه هست و در نتیجه شما هم معتقد به این قضیه هستید. برایش سر صدا کردن یه فصلی این موضوع تر بود. بعد موضوع مطرح شد که اصلا هیچ ربطی به متعه نداره. ازدواجی مسیار ازدواجی هست یسر آسان رسمی بر مبانی شرعی نه موقتی که حد زمانی رو داشته باشه. فقط تنها چیزی که اینجا وجود داره اینه که اگر زن بخواد از حقوق خودش در سکن کوتا بیاد که بگه که من خودم سکن خودم تامین میکنم، این شرط در نکاح جایز اشکالی نداره. بله جناب مولای عبدالحمید پشت خط هستن و اگه اجازه بدین صدا ایشون رو بشنویم. جناب مولوی عبدالحمید خدا شما رو حفظ کنه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحالیم از اینکه این لطف رو در حق این برنامه فرمودید و مشارکت کردید. من اجازه بدین سوالم رو مطرح کنم، سپس شما میتونید به طور کامل مطالبتون رو عنوان کنید. سوال اینجاست، با توجه به برنامه‌ای که داریم و افتراهایی که به جامعه سیستان و بلوچستان از طریق رسانه ولایت توسط دکتر قزوینی زده شد، این گفته ایشون در واقع چه تأثیری بین علما و جامعه روحانیت سیستان و بلوچستان داشته با توجه به انتشار این خبر در سایت ها، و پیغام شما در این رابطه چیست با توجه به اینکه جامعه اهل سنت و جماعت یک مشارکت بسیار مهمی رو در انتخابات ریاست جمهوری داشتن و در واقع جناب دکتر روحانی قطعا مدیون آراء اهل سنت و جماعت در انتخابش هست، آیا بهتر نبود که این فرهنگ یا این فکر و این گفته ها در حداقل در رسانه ها عنوان نشه؟ من در خدمت شما هستم جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم زاهدان، بفرمایید. الو. بله جناب مولانا، من صدا شما رو دارم، بفرمایید. بله من صدا شما رو خوب رو نداشتم و عرض کنم که متوجه سخنان شما نشدم. بله پس من خیلی مختصرا سوالم رو مطرح میکنم با توجه به اینی که بله با توجه به این که در رسانه ولایت که به هر حال ادعا میکند میلیون ها بیننده دارد،
جناب دکتر قزوینی در اونجا به صراحت دختران سیستان و بلوچستان را متهم میکند به اینی که برای جهاد نکاح به سوریه میروند. این خبر در تمامی ایران و در واقع میشه گفت در دنیا انتشار یافت. تأثیرات این خبر در جامعه سیستان و بلوچستان خاصتا بین علما چگونه بود و پیغام شما در قبال این نوع گفته ها چیست؟ بفرمایید. بله خبر من خودم نشنیدم ولی خیلی مراجعات بود به بنده و باید نگرانی مردمی تهمتی که در شبکه ولایت زدن و اهانتی که کردن به مردم سیستان و بلوچستان باید بسیار نگرانی بوده و بسیاری پریشانم و زنگ می زنن و آقای غزوینی یا گردانندگان شبکه ولایت می دونند که ملت بلوچ به هر حال قوم زندگی هستند در دنیا و با غیرت هم و با حیا هم. اگر جای تشخیص بدن یک جایی که جهادی هست و تکلیف شرعیه خودشون انجا هر جای دنیا باشه خودشون میرن مردان میرن و هیچ وقت دختران و زنانشون را نمی فرستن و لحظه این توهین ایست و ما متکده که باید شبکه ولایت و عذرخواهی بکنه از مردم بلوچ به خاطر تهمتی که زده و توهینی که کردن و نباید شبکه ولایت اجازه بده به کسانی که چنان صحبتهای اهانت آمیزی به یک ملتی به یک قومی بالاخره اینا انجام بدن که خلاف هم نزاکت هست و خلاف عقل و عرف که اینها یعرف کردن. بله جناب. الو. بله بله من فرمایش شما رو به اتفاق بیننده محترم شنیدیم. یک سوال دیگه هم که مطرح جناب مولانا اینه که با توجه به اینکه در این انتخابات ریاست جمهوری اکثریت اهل سنت به دکتر روحانی رأی دادن و با رأی اهل سنت بود که ایشون به ریاست جمهوری رسیدند، ارتباط ما قطع شد؟ من خیلی عذر میخوام، وقتم کاملا تموم شده. من میخواستم در این دقایق این سوال رو داشته باشم از جناب مولانا. به هر حال خیلی ممنون از این که در این مدت کوتاه با ما بودید. اگرچه جناب مولانا مشغولیت زیادی رو هم داشتن ولی لطف کردن به خاطر این اتفاقی که به جامعه اهل سنت به جامعه سیستان و بلوچستان افتاده بود و ایشون هم گفتن خیلی تماسا بودن با من در این رابطه و جامعه اهل سنت و بلوچستان ایران و قضیه رو که عنوان کردم من میخوام نظر شما رو بشنوم. یعنی در یک دقیقه ایشون عنوان کردن که شبکه ولایت و آقای قزوینی باید از جامعه سیستان و بلوچستان عذرخواهی کند. در یک دقیقه من میخوام نظر شما رو بشنوم جناب دکتر و جناب استاد حسین. بفرمایید. من در نیم دقیقه میگم که میخوام بگم که نه یک دقیقه میخوام بگم که شبکه ولایت بیش از این نیاز داره به این که عذرخواهی کنه. شبکه ولایت اینقدر توهین کرده به بزرگان اهل سنت و کارکنان شبکه اینقدر گستاخانه به حیطه آبرو و حیثیت بزرگان دینمون صدمه وارد کردن که از حد بگیم معذرت خواهی و پوزش گذشته، ولی به هر حال دروازه توبه باز از جناب مولانا هم وقتی که اینچنین پیشنهادی دادن ما هم پیشنهادشون رو بهترین راه میدونیم برای اینکه جبران این موضوع بشه. بله بفرمایید جناب استاد. بله کاملا درسته. اگر واقعا یک اخلاق در کار باشه و ایمان در کار باشه بایستی عذرخواهی کنن. اما من پیغامی دارم به ملت بلوچ، به کسانی که حتی بلوچ نیستن اما از این سخن آزرده شدن، چون سخن بسیار زشت هست. میگیم که در این قضایا پس ما همطور که خداوند به ما امر کرده به رسول الله تعصی کنیم. همون گونه که پیامبر زمانی که آبرو و حیثیتش مورد اتهام توسط منافقین قرار گرفت صبر کردن، یک ماه صبر کردن تا اینکه آیات براءت ام المؤمنین نازل شد. حالا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه،
برای شما هم برادران بلوچ و دیگر انسان‌هایی که آزاد هستند و آزاداندیش هستند، برای شما در رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه هست. صبر کنید انشالله که همیشه زشتی و خاری و سیاه رویی برای انسان‌های دروغگو خواهد ماند. بله، خیلی ممنون از شما جناب دکتر حبیب الله ضیایی و همچنین استاد سید منصور حسینی و شما بیننده محترمی که با ما بودید. امیدواریم انشاءالله تعالی کسانی که این افترا و این تهمت ها رو دارن به مسلمان ها میزنن، چه شیعه و چه سنی، دست از این تهمت ها و افترا بردارن و توبه کنن، بر بگردن و عذرخواهی خودشون رو علنا برای امت اسلامی اعلام کنن تا بدانن که واقعا حسن زن دارن و پشیمان هستن از این گفتشون. تا هفته دیگه همگی شما رو به الله سبحانه و تعالی میسپاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.